من سینا ولی‌الله هستم با برنامه چند شنبه در خدمت شما دوستان و عزیزان. هفته گذشته دو تا خبر اتفاق افتاده بود. به چه موثقی خدمتتون عرض بکنم. اولین خبر که حتما خیلیاتون هم راجع به شنیدید، خبر دستگیری سوشا مکانی در تیم پرسپولیس تهران. بله آخ معذرت میخوام، اسمشو گفتم، خدا مرگم بده، ببخشید، معذرت میخوام، عذرخواهی میکنم از حضورتون. سین میم بازیکن تیم فوتبال پسین بکنم درست شد. به علت حالا پخش شدن عکس‌های خصوصی و خانوادگیش، این عکس‌های خصوصی اصلا هر چی آدم می‌کشه از این خانواده است، هر چی این جوانای بیچاره‌ای ما می‌کشن از این خانواده است. ما مثلا هدفمون همین بود دیگه، اصلا ما کلا اومده بودیم خانواده رو شل بکنیم، بنیانش رو، که بچه‌ها بتونن با آزادی کاراشون رو انجام بدن. باز دوباره این خانواده همچنان گریبانگیر برای بچه‌هاست و این وضعیت بغرنجی که بچه‌ها درش اسیرن. به نظر من اصلا کلا دور خانواده رو خط بکشیم، بذارین کنار، برین با این پلنگا و گرگای توی خیابون اگر عکس بگیرین خطرش کمتر از زن و بچه و نامزد و خواهر و مادر و دختر خاله و دختر دایی. به خدا هر چی آدم بکشه. خدمتتون عرض بکنم، چون به هر حال خطر کم هم نیست، پر از شغال و گرگ و جغد در واقع توی این شبکه‌های مجازی، همینطور به صورت 24 ساعته نشستن. شما کافیه فقط دولاشی بند کفش تو ببندی، موبایلت از جیب عقبت سرش بزنه بیرون، بدون اینکه دست به موبایل بزنن به صورت وایرلس هرچی فیلم و عکس هست توش در میارن و شما دستو در میاری، مثلا زنگ بزنی به مثلا دوباره دختر خاله جان، یه دفعه میبینی تمام عکسای خودت تو دختر خاله جان مثلا توی اینترنته. یعنی به همین به طرفت العینی بچه‌ها زحمتو میکشن و همه این قضیه رو پخش و پلا میکنن تو کوچه و خیابون. عرضم به خدمت، حالا این جدا از این قضیه، اینکه واقعا کار خطرناکه، یعنی یکی از خطرناکترین چیزهایی که در جامعه وجود داره همون خانواده است. خدمتتون عرض بکنم. نکته بعدی این که سوشای بیچاره از سین میم بیچاره از هفته گذشته تا همین اواسط هفته قبل تقریبا میشه گفت روزی 70-75 بار خبر آزادیش منتشر میشد، 78 بار خبر آزادیش تکذیب میشد و در واقع قلنج کمر گرفته بود، چون نشسته بود یه دفعه تو خبر آزادی می بلند میشد بره تا دم زندان، بعد میبینید خبری نیست، دوباره برمیگشت. آزاد تکذیب، آزاد شد، تکذیب شد، آزاد شد، نه تکذیب شد و انگار آزاد شد، نه نشد. یعنی هیچ جوره در واقع میشه گفت این شرایط لازمه مؤثر نشد تا حالا. این یکی از اتفاقایی بود که حالا سوشا مکانی اگه احیانا برگرده به معذرت میخوام عذرخواهی میکنم، و ایشون اگه احیانا برگردن به فوتبال حرفه‌ای هم فکر نمیکنم به خاطر کت و کول و قلنج کمر و کشکک زانو دیگه بتونن فوتبال بازی کنن. و خدمتتون عرض خبر دیگه، خبر دیگه حالا اونو الان درست میگم، آزاد شدن NX هست. NX آزاد شد جان، اینو میشه گو ای چه جوری؟ بله، نتفلیکس آزاد شده. یعنی کلا نتفلیکس خدماتش رو داخل ایران هم ارائه میده. حالا اونایی که میدونن نتفلیکس چیه که هیچی، اونایی که نمیدونن نترسن، نه ایدز، نه HIV، نه زانتیاس، نه ابولاس، نه هیچ کدوم اینا نیست. نتفلیکس یک وبسایته، شما میتونید به صورت نامحدود هر فیلم و سریالی رو که بخواین هر موقع که عشقتون میکشه از طریق اینترنت تماشا بکنید و یه مبلغ ناچیز 8 دلاری رو هم بهشون میدی، یعنی مثل ما نیستن ابله باشن برنامه پخش بکنن بیان فوش بخورن آیفون هم کادو بدن، نه آیفونی در کاره، 8 دلار هم ماهیانه میگیرن. اما خب نکته مثبتش اینه که خب باری رو از رو دوش ما برداشتن، یعنی خوشحالی اصلا مثلا خانواده خود من، یعنی از ذوق 3 تاشون از پنجره پریدن پایین الان تو بیمارستان. انقدر یعنی ما انقدر دنبال این بودیم که هر جوری شده حق و حقوق مؤلف و تهیه کننده و تولید کننده فیلم و سریال ها رو بهشون بدیم که اصلا نمیتونه فرصت نمیتونه سریال ببینیم، فیلمو میآوردن میلند دستم، این حقش پرداخت شده قلقار تو کوچه و خیابون در به در دنبال یارو که پول پدر بزرگ، از زمان پدر بزرگ فیلم چارلی چاپلین یک بار براش آورده بودن، در به در دنبال تهیه کننده شد حقشو بده. و این تو خون ماست. ما اصلا یک بار دو تا از اعضای خانوادهمون دو تا هارد درایو بهشون دادن، تو این هارد درایو ها بدون اینکه بهشون اطلاع داده باشن فیلم هایی بوده که از اینترنت غیر قانونی دانلود کرده بودن، دستشون همه کبود شد، کپک سر افتاد. اصلا یک وضعیت ما نیستیم اصلا، برای همین خیلی خوشحالیم از اینکه میشه حالا با دقیقاً میگم یه هزینه یه ناچیزی فیلم ها رو به صورت قانونی تماشا کرد، حالا اگه بشه تماشا کرد. و ولی خب اینم در نظر بگی، حالا گفتم ایدز و ابولا و زانتیا نیست، اما کمتر از اونم خطرش نیست، چون اگه فارسیوان تقریبا با فیلم های و سریال های سانسور شده تونسته بود بنیان خانواده رو اینجوری بکنه، دیگه وای به حال فیلم های سانسور نشده.
خیلی خطرناکه. از پس وردا اگه صدای انفجار تو خونه همسایه شنیدی مطمئن باشین که یه نفر بنیانش ترهیده. از شل شدن گذشته. خدمتتون عرض بکنم که حالا من می‌خواستم راجع به یک موضوع دیگه ای صحبت بکنم، راجع به اینکه ما برنامه چند شنبه رو زمانی که تصمیم گرفتیم راه اندازیش بکنیم، اول از همه که اگه کسی گفته، یعنی اگر من جایی گفته بودم که من خالق کلاً لیت نایت شو هستم تو دنیا، لطفاً فیلمشو بیارین بزنین تو دهنم. اگه من همش حرف زدم، ما این فیلم، این برنامه در واقع یک برنامه است که بر اساس لیت نایت شوهای بین‌المللی جهان که هر کشوری برای خودش داره، ما هم تولید کردیم برای کشور خودمون که بگیم و بخندیم و تصمیم داشتیم یه برنامه متفاوت درست بکنیم. چرا؟ چون تو اون زمان در واقع میشه همه برنامه‌ها یه جوری خلاصه میشد به مصاحبه کردن. مصاحبه هم همه سوالا اینجوری بود که مثلا کار تو از کجا شروع کردی؟ چه رنگی رو دوست داری؟ چه غذایی رو دوست داری؟ و همیشه هم همین سوالا بود. حالا اگه 10 دفعه همون مثلا هنرمندا خواننده رو دعوت می‌کردن، دوباره همین سوالا رو ازش می‌پرسیدن. می‌ترسیدن مثلا اگه مثلا کار تو از کجا شروع کردی رو مثلا دفعه قبل ازش پرسیدن، ممکنه یادش رفته باشه، می‌خوان چک بکنن ببینن دقیقاً همونجا شروع کرده یا نه. یه موقع مثلا جای دیگه از کوچه بغلی شروع نکرده باشه مثلا هنرمند. برای همین خیلی واسه همون مهم بود و به هر حال مردم احساس کردیم که، یا همینطور هنرمنده و خواننده هم خسته شدن از این سبک مصاحبه. خیلی عالی، very nice. استاد واقعا کارشون قشنگ، واقعا very beautiful اینا. خیلی کارشون قشنگ. مرسی عزیزم. من واقعا میخوام بگم که این موسیقی، این آهنگ، این ملودی، این منو برد به تهران قدیم. مرسی عزیزم. لاله‌زار و باقالی‌هاش و لبوهاش و اینا. نازی خانم شما ساکتی چیزی حرفی؟ من هم دقیقا یاد خونه قدیممون افتادم تو تهران، کوچه درختی. البته ما کوچه بالایی بودیم. خب تو راننده تریلی شبای جاده نترسیدی؟ خب چرا، خیلی زیاد. میفهمم. و تو سالم و سلامت رسیدی این ور؟ خیلی هم ساده نبود، اصلا ساده نبود. برای همین تصمیم گرفتیم که با یک فرم متفاوتی یک برنامه طنز اجتماعی فرهنگی درست بکنیم، یه مصاحبه هم بذاریم تنگش، مصاحبه اما نه با خواننده ها فقط، با همه اقشار جامعه، از خطاط، عکاس، دکتر، مهندس، ورزشکار، دیگه خدمتتون عرض بکنم که نویسنده، نقاش، هر کسی رو که شما فکرشو بکنید در جامعه که فعالیتی رو انجام میده و موفق توی کار خودش، ما تصمیم گرفتیم تو برنامه دعوتش بکنیم، باهاش مصاحبه بکنیم، بگیم، بخندیم و نشون بدیم که میشه در واقع یک مصاحبه جذاب و باحال داشت، شوخی کرد با همه افراد و لذت هم برد. الزاما نباید حتما خواننده باشه. و چقدر مسیر هموار و خوبی هم بود. یعنی از روز اولی که شروع کردیم کلی آموزه‌های مختلف رو یاد گرفتیم و من خودم حداقل 17-18 هزار نوع گونه‌های مختلف حیوانات رو اسمش رو یاد گرفتم. بیشتر از 23-24 هزار فوش تلفیقی یاد گرفتم که هیچ وقت. حالا اینا همه نکات مثبتی بود که خب به ما انرژی بیشتری میداد و ما رو خوشحال میکرد که این کار رو ادامه بدیم. و از ما اصرار که اجازه بدین اقشار مختلف جامعه رو دعوت بکنیم، از هنرمندان، از بینندگان اصرار که نه، هنرمندا رو باید دعوت بکنیم. و هر هفته ما در واقع این دردسر رو داشتیم تا سه هفته پیش که تصمیم گرفتیم که مهمون برنامه رو معرفی کنیم، بچه‌ها باز دوباره تمام زحمت‌های لازمه رو کشیدن و از خجالت خودمون مهمون در اومدن که این کی، از کجا پیدا کردی؟ از تو لوبلو پیدا کردی؟ از تخم شانسی آوردی؟ نمیدونم تو کشوت بوده، نمیدونم زیر میز پیدا کردی و اینا. تا مهمون اومد، مهمون که اومد این ورق اینجوری بود، یه دفعه اینوری شد، ورق برگشت. بچه‌ها اون استقبال گرم قبلی رو با یک استقبال بسیار گرم بعدی همراهی کردن و همه گفتن بابا دمت گرم، چه مهمون باحالی بود، چقدر باحال بود، چقدر شوخ بود، چقدر خندیدیم، چقدر عشق کردیم، چقدر خوب. بابا همینا رو دعوت کن دیگه، هی اصرار داری خواننده ها رو دعوت بکنی، هی اصرار میکنی خواننده ها رو دعوت کنی. حالا از من اصرار که نبذارید، نه اجازه بدین من مثلا شادمهر عقیلی و کامران هومن رو دعوت کنم. مردم نه 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 خواهش، اجازه بدین ما با اقشار مختلف جامعه آشنا بشیم. مردم اصرار که نه، اقشار مختلف جامعه، بعضن اجزای خردخورد اقشار جامعه هم میتونه جوابگو باشه. چون میگفتم مثلا همین آرشو بیار، بازم باز ده هفته بعدم بیار، هفته بعد اگه خودش هم نیومد مثلا شستی، پای، دماغی، گوشی، مثلا یکی از اعضاشو بیار اونجا. باز و خدمتتون عرض بکنم که این نکته خیلی جالبی بود. چرا؟ چون مثلا ما مهمون داشتیم که
دو بار دعوتش کردیم یا سه بار دعوت کردیم، آدم باحالی هم بوده. ولی خب مثلا اگه بعد اون فاصله‌اش هم مثلا فاصله دعوت‌ها مثلا 301 سال بوده، ولی اندازه همون 365 روز 365 هزار حیوان جدید تقریبا میشه گفت تلفیقی رو، مثلا گوره خر پلنگ و در واقع میشه گفت شتر زرافه رو من مثلا همینجا از نزدیک لمس می‌کردم گردن دراز. و این در واقع میگفت شرایطی بود که ما باهاش دست به گریبان بودیم برای دعوت کردن مهمان برای دو بار. حالا فرضاً ما مهمون اون هفته رو که خیلی هم باحال بود و کول بود و نمیدونم میگفتن و میخندیدن و بچه‌ها دوستش داشتنم، دو بار که حالا سه بار دعوتش میکردیم، چهارمین بار دیگه بابا چقدر دعوت میکنه مهمونو، یه حدی داره دیگه هر چی. چون به هر حال ما خب یه مقداری راضی کردن یه خورده کار سختیه. چرا؟ چون ما هم نمیخوایم هیچی عوض بشه، هم میخوایم حال بکنیم، بعد اون وقت هم زود خسته میشیم و همه چی رو میخوایم عوض بکنیم، اما در واقع نمیخوایم تکراری باشه و در خیلی پیچیده است. در واقع میشه گفت سه چهار نفر قلنج کردن و مردن به علت قلنج. و این نکته حائز اهمیتی بود که ما در نظر داشتیم راجع بهش صحبت بکنیم، اینکه مهمون برنامه در واقع یه درسی رو به ما داد، در واقع در عذرخواهی میکنم، یه درسی رو به ما داد. درسی که یاد گرفتیم چی بود؟ اینکه اگر در اعضای خانواده شما یا توی خانواده‌تون مهمون دعوت میکنید، مهمونه مثلا یکیشون بانمکه، بقیه اعضای خانواده بانمک نیستن، بانمک رو نگه دارین، بقیه رو بریزین بیرون. این روش درستشه. شما اگه احیانا توی خانواده یه آدم بانمک داشته باشید، یه نفر جدی باشه، یه نفر درس خون باشه، یه نفر مثلا اونا دیگه به درد نمیخورن. این روش درستشه. یعنی بنابراین همین روش رو هم تصمیم داشتیم که ما در برنامه اجرا بکنیم، چون بعد از اون هر مهمون دیگه اومد همین گفت نه با همون دعوت کرد. خب هر مهمونی تا اونجا که من یادمه، البته به من اینجوری یاد دارم که هر مهمونی یا هر شخصیتی برای خودش محترمه، یکی شوخه یکی شوخ نیست، یکی جدیه یکی درس خونه، یکی تنبله یکی آتیش میسوزونه، یکی نمیدونم سربزیره، یکی دیگه نمیدونم با خانواده‌اش خیلی عکس قشنگ قشنگ. و مدلا دلیل نمیشه که انتخاب بکنیم ما همون اونو فقط تا آخر عمرمون بچسبیم بهش. میشه با آدم‌های مختلف آشنا شد. و خدمتتون عرض می‌کنم مهمونا رو من یه توضیح بدم. ما تمام مهمونایی که شماها درخواست کردین، شادمهر عقیلی، آرش، افشین، کامران و هومن، لیلا فروهر، بهزاد لیتو، ما همه اینها رو دعوت کردیم توی برنامه. کامنت‌ها و درخواست‌های شما رو توی یک ایمیل براشون فرستادیم و ازشون خواستیم اگه فرصت کردن در برنامه حضور داشته باشن. این افرادی که شما نام می‌برید همه دوستان من هستن و ما با هم مراوده داریم. مثلا شادمهر عقیلی رو چند وقت پیش صحبت کردیم در رابطه با اینکه بیاد روی برنامه و ایشون اشاره کردن که من ترجیح میدم 7 8 سال مصاحبه نکردم، مصاحبه هم نکنم دیگه. خب یه مقدار زایه است مثلا من برم پشت ستون پارکینگ مثلا خونش وایسم، داره میره سوار ماشین شه، گونی رو بذارم سرش، مثلا دو تا چماق هم از عقب ماشین بیارمش اینجا بشینم رو سرش، خب و بگم که تو از کجا شروع کردی، نه واقعا از کجا شروع کردی و دقیقاً از کجا شروع کردی، درست تو دقیقاً از کجا شروع کردی. و بعد خدمتتون عرض بکنم که یه خورده زشته، ممکنه جواب نده و محبت هم بکنید. حالا اگر ما تمام تلاشمون رو کردیم در این رابطه، یعنی هر کاری از دستمون برمی اومد، محبت بکنید دیگه. اگه احیانا فوش و دیگه فوشا رو به من ندید دیگه، اگه می‌خوایم فوش بریم بریم روی صفحه خودشون. حالا خدمتتون یک خاطره دیگه الان یارم افتادن که گفتم برین روی صفحه خودشون فوش بریم. یارم که در 11 سالم بود، کلاس اول دوم راهنمایی بودم، من بچه شره و شیطونه کلاس بودم و در این ناباوری تمام دوستان و رفیقای صمیمی من بچه های درس خونه کلاس بودن، شاگرد اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و شرخر کلاس. تصمیم گرفته بودیم که سر مثلا زنگ فکر میکنم جغرافی میز نیمکت چوبیمون رو آتیش بزنیم با کبریت و بعد از مثلا دو ساعت و نیم کبریت و سه تا جبه قوطی کبریت که مصرف کرده بودیم بالاخره تونستیم میز رو آتیش بزنیم و معلم گرفت پس گردنی و لگد ما رو انداخت بیرون. ناظم مدرسه هم اومد که ما رو تنبیه بکنه. اون موقع ها میشد با خطکش بچه ها رو زد و ناظم میتونست هر کاری که میخواد با خطکش و بچه ها انجام بدیم. الان نبود که مثلا خطکش رو تو حلقوم ناظم فرو کنم و چه دورانی بود، هنوز گلوم دارم. خدمتتون عرض بکنم ناظم شروع کرد و یکی به من یکی به اون دوستم، اسمش هم نیما بود، نیما جون چاکر، یکی به اون یکی به من یک. بعد یه دفعه ما نمیدونم این وسط چرا تصمیم گرفته بودیم من بشم فردین اون بشه بهروز وسوقی و هی مثلا بگیم نه آقا اونو نزن منو بزن جای اون، از اون اصرار که نه منو بزن اونو نزن، از من اصرار که نه آقا خواهش میکنم منو بزن اونو نزن. همینطور که اون داشت میزد یه دفعه ناظم به دلیل خب اون شاگرد اول مدرسه هم بود تصمیم گرفت که منو بزنه، شروع کرد بزنه این دست اون دست، ما بگیریم تق تو تق تو تق
تو تقریبا دیدم داره خیلی بیشتر. گفتم ببخشید من یه سوالی دارم، شما قرار بود دو تامون هم بزنین، قرار بود همین قد بزنین؟ گفتش که بله. حالا خب بس محبت کن خودشو بزنین. یه جوری بگی که شکمت نگفته. ببخشید. ترسیدم بابا. تو جزء خانواده ما نیستی برای چه خودت؟ حالا بعد فامیل میشی. فامیلی. عکس خانوادگی همیشه در سر سازه. بخشش نکن. گفته باشم شکمت میز پیداست. ببینم دیگه همینه که هست. بری. حالا کارگردان این پشت میز قایم کرده شکمشو. میز داره میلرزه. ما مشکلمونه که اون پشت فقط داریم میخوریم. کار که نمیکنیم. یه جوری بگی که بعدا بشه فتوشاپ که داره. بری من آقا برو قربونه در کنم فدات شم من عزیز دلمی. خدمتتون عرض بکنم که این عکس رو محبت بکنید تو اینستاگرام، من پست میکنم، شما محبت کنید، هرچی نمک دارید، هرچی نتورکیجات محتویات ذهنی دارید. 3 2 1 بریم ببینم چی کار میکنید. اولین من میخوام، یعنی از اول من شروع میکنم بعد میرم خدمت شما. مهدی گفته که با 3 نفر از دوستام سوار تاکسی شدیم ولی کرایه نداشتیم. قرار گذاشتیم به مقصد که رسیدیم پیاده شیم و الفرار. بعد از رسیدن به مقصد 4 تامون به صورت در ماشین رو باز کردیم و پا گذاشتیم به فرار. رفتیم تا رسیدیم به یه ساختمان تاریک. هیچ کس رو نمیدید. فقط صدای تند تند نفسامون میومد. زدم رو شونه دوستم بهش گفتم حالا راننده چه حالی داره؟ بهم گفت بابا راننده منم، فقط بگین چی شده خودمو خراب کردم. آرام میگه که همسایه بغلیمون لباس زیر فروشی داشت، بهش میگفتن محمد چورتی. بنده خدا مغازه‌شو از خجالت عوض کرد، لباس مجلسی میفروخت، الان بهش میگن محمد چورتی سابق. مردم موجودات خطرناکی هستن، اما لازمه حتما یکیشون رو داشته باشی که از بقیه در امان باشی. یه چیزی تو مایه‌های واکسیناسیون بگو ده بار واکسیناسیون واکسیناسیون. من میتونم تا فردا بگو. نمیتونیم دومی خراب میگه، میگه واکسیناسیون. من میتونم تا صبح بتونم بگم واکسیناسیون. مکزیکو سیتی. تا کی بگم؟ همینجوری بگم تو بگو دیگه تا آخر بخش برنامه، چون جوکاتو خوندی تو. الان بذار خراب بگم، بذار شروع کنم. جزوه امتحانی چیست؟ جسمی است سمی که در اولین تماس با دست یا حتی نگاه کردن در کوتاه‌ترین زمان ممکن انسان رو به خواب عمیق فرو می‌برد. حسین میگه بعضی جوری اخبار اقتصادی رو دنبال میکنن انگار تمام داراییشون تو بانک‌های سوئیس بلوکه شده. یارانتو بگیر عزیز دلم. خیلی ممنون، هم یارانی من برای خرید دادی. میگه من شک ندارم که یکی هست که تو خواب از ما کار میکشه، وگرنه این حجم خستگی اول صبح غیر عادیه. به عمم تو انگلیس زندگی میکنه، به عمم که تو انگلیس زندگی میکنه با کلی ذوق و شوق زنگ زدم گفتم که عمه من خیلی دوست دارم بیام اونجا زندگی کنم. برگشته میگه خب اینجا کسی داری بری پیشش؟ میگه اینجاست که میفهمم فوشایی که واسش ساختن بی دلیل نبوده. از یارو میپرسن بابا چطور مرد؟ میگه از پشت بوم افتاد رو کوله، کوله شکست، افتاد رو ایوون، ایوون خراب شد، افتاد رو گلخونه، گلخونه خراب شد. دیدیم همینجوری داره ضرر میزنه، با همونجا تو آسمون با تیر زدیم. کثیف‌ترین آدما اونایی هستن که حموم نمیرن. خسته نمیشه. میتونی بری به منم بخونم؟ چرا؟ نه. قرار شد من خبر فوتو. دقیقاً اونجوری بود. قرار شد من خبر فوت پدرت، چرا همه فوتو خورد به این یه پیامی رو داره بده رسونه فکر کنم بعد متوجه شی. قرار شد خبر فوت پدرت بده بخونم. بده من نقش منشی در فیلم های ایرانی. آقای رئیس من بهشون گفتم شما جلسه داریم ولی ایشون اشکالی نداره شما بفرمایید. اگر از ابتدای زندگی بشر تلگرام و اینستاگرام وجود داشت الان حتی کلنگ هم اختراع نشده بود.
بازم کریسمس اومد. مادر کریس رونالدو وقتی کریسمس میاد خونه. خب این دست تو اینقدر ور نری باش. چقدر همش با آدم میگه چیکار بکن چیکار نکن میدونم. آره قربونت برم. ببخشید. وای دیوانم کردی. سینا جان. حالا تو بگی برو. روزی مردی تصمیم گرفت تمام مشکلات خود را به دریا بسپارد، اما هر کاری کرد زنش سوار قایق نشد. خیلی ممنونم. اگر میخواید مطالب، فیلم، عکس، دابسمش، هر چی که میخواید برای ما بفرستین، فیلمه یعنی فیلم و عکسه، از طریق این ایمیل chand@farsivan.tv برای ما بفرستید. chand@farsivan.tv از طریق این ایمیل بفرستید، از طریق دایرکت مسیج دیگه نمیدونم، هیچ راه دیگه ای نداره، تنها راهش همین اینه و دیگه نتورک جات هم که میدونید دیگه زیر همون عکسه. قربون شما. به چی میخندی؟ ها؟ بسیم دندونم تمیز کنم. شما دیگه اصلا کلا میای اینجا میشینی دیگه، برای مورد کشی میای، برای نتورک ایجاد میای، کلا تنها کاری از دستم برمیاد دقیقاً چون اون یکی کاری که از دست اصلا برمیاد اون کاری از من بر نمیاد. میگه خدمت عرض بکنم راجع به قوره کشی، من یه توضیحاتی رو خدمت شما دوستان عزیز ارائه بدم. اینکه خیلی از دوستان اعتراض کرده بودن چرا اینقدر مراحل قوره کشی رو سخت‌ترش کردی. مراحل که سخت‌تر نشده، خیلی ساده‌تر شده. به اضافه اینکه من حق میدم به خیلی از دوستان، اشاره کرده بودن که این اینستاگرام شخصی ماست، اون قیافه مثلا قزمی تو کج و کله جنابالی رو ما نمیخوایم بذاریم تو اینستاگرامش. خب حق دارین کاملا و من هم این حق رو به شما میدم، اما خب شما میتونید در واقع اجازه بدین یه توضیح رو بدم. من خودم به شخصه یه برنامه تلویزیونی، یه سریال، یه فیلم رو اگه دوست داشته باشم توی اینستاگرامم، توی فیسبوکم معرفیش میکنم به دوستام، عکسش رو میذارم، یه تیکایشو میذارم، معرفیش میکنم به دوستام. شما هم یا دو حالت بیشتر نداره اینجا، یا در واقع فقط شرکت میکنید واسه آیفونه که واقعا خبر خوبیه برای من، یا برنامه رو دوست دارید. اگر برنامه رو واقعا دوست دارید که خب این به نوعی حمایت کردن شما از برنامه است، شما مثلا عکس برنامه مورد علاقه خودتون توی صفحه اینستاگرامتون پست میکنید، بنده‌رم تگ میکنید، به نوعی برنامه رو حمایت میکنید. آخر هفته هم، یعنی از این جمعه تا مثلا آخر هفته، این عکس رو بذارید توی اینستاگرامتون، آخر هفته هم پاکش کنید، بعد دوباره مثلا عکس جدید رو بذارین. یعنی من همیشه یه دونه عکس توی اینستاگرام شما دارم، زیاد آبروتون نمیره. منم تگ نکنید، فقط سینا رو تگ کنید. آره. یعنی همه پیج من شده عکسای مال تو. اشکال نداره بکن، من فقط یه جای من جواب بده دیگه، عکس خودم. اینجوری محبت بفرمایید، به نوعی هم حمایت میکنید برنامه رو، هم تو قرعه کشی شرکت میکنید، کار ساده ای هم هست. همیشه یه دونه عکس از برنامه مورد علاقه خودتون اگر دوستش دارید دارید توی اینستاگرامتون و به نوعی حمایت میشه. همین، یعنی در واقع کاری که از دست ما بر. خواهش. اما بریم سراغ قرعه کشی اصلی. قرعه کشی اصلی، اجازه بدین، لیست دوستانی که هفته گذشته بنده رو تگ کردن و عکس رو توی صفحه اینستاگرامشون پست کردن اینجاست و ما بر حسب شانس رو یکی از اسمها هر وقت تو بگی من باید. نازنین شادانپور. نازنین شادانپور مبارکتون باشه. اما بریم سر قرعه کشی تلگرام. قرعه کشی تلگرام هم من همین الان از بین کسانی که اسمشون توی پیج ادمین هست، یکی رو انتخاب میکنم و بهش جایزه میدم. ایشون آقای رضا معین. عکس فرزندشون هم میتونید گذاشتن، این عکسشون هست. ایشون برنده 100 هزار تومن شدن. مبارکتون باشه، بهتون یک مسیج میدیم و شماره حساب بانکیتون رو ازتون درخواست میکنیم که ما بریم و ما جایزه رو براتون پرداخت میکنیم. اینم از قرعه کشی این هفته. برای هفته آینده قرعه کشی، عکس آخر برنامه رو محبت میکنید توی صفحه، عکس قبلی رو پاک کنید دیگه، عکس قبلی رو پاک بکنید، عکس جدید رو آخر برنامه که پست میکنیم شما محبت میکنید توی صفحه اینستاگرامتون پست میفرمایید، بنده رو هم تگ میکنید.
هم تموم میشه میره و توی قرعه کشی شرکت داده میشین. هیچ کار سختی نیست. یه اشاره دیگه هم بکنم، متاسفانه صفحات جعلی زیادی هم توی تلگرام هم توی اینستاگرام هست به نام بنده یا به نام برنامه. محبت بکنید تمامی این صفحات رو، تمامی این صفحات رو بلاک یا ریپورت بکنید. صفحه اصلی تلگرام ما که قرعه کشی هم از طریق همون انجام میشه، چند چنبه با سینا هست، بدون پسوند، بدون پیشوند، بدون فاصله. صفحه اینستاگرام بنده سینا ولی الله هست، بدون پسوند، بدون پیشوند، بدون فاصله. اینستاگرام برنامه که پشت صحنه ها رو توش میذاریم هم چند چنبه با سینا هست، باز دوباره بدون پسوند، بدون پیشوند و بدون فاصله. فقط همین سه تا. هر چیز دیگه ای که توی شبکه‌های مجازی هست، لاین هست، تلگرام هست، به اسم من هست، به اسم برنامه هست، به اسم میثاق، همه اینا جعلیه. همه نه، به مال خود میثاق هست، ولی ولی اونای دیگه که به اسم برنامه هست، قرعه کشی و اینا، اینا همه دروغه. باور نکنید، بلاکشون کنید. قربون همتون بشم، جایزه مبارکتون باشه. رسیدیم به بخش الف گاف یا دی اس. میشه اینو گفت یا نمیشه؟ اداگونه یا همون دابسمش. به هر حال بخشی هستش که تقدیم حضور شما دوستان علاقمندان میشه، شما بزرگوارانه هنرمندی که به هر حال به نظر من همومو به هر حال شام و نهار هم فراموش نکنید. لابلای دابسمش درست کردن، بچه‌ها یه سرم اگه همون برند شاید برای سلامتی بد نباشه. بهداشت رو رعایت کردنش خوبه، شام و نهار هم بخورید. از من گفتن. ببین همتون توجه کنید، این علامت مخصوص حاکم بزرگه. میدونی با کی طرف هستی؟ با مأمور مخصوص حاکم بزرگ میتی کومان. احترام بگذار. میخوام میام در خونتون، نمیخوام بیای، حرف بزنم با باباتون، وای نمیخوام بابا، میخوام میام در خونتون. رسیدیم به بخش مصاحبه و مهمون برنامه این هفته. اما قبل از اینکه مهمون برنامه این هفته رو من معرفی کنم خدمت شما دوستان که تشریف بیارن در استودیو در خدمتشون باشیم، یک سری ویدیو رو ما آماده کردیم با هم ببینیم. حالا این جاش که فقط ضربه، موقعشه که از اینا، از اینا، یک دو سه چهار بالا، دو سه عوض، یک دو سه چهار. این جاش که فقط ضربه، موقعشه که از اینا، از اینا، یک دو سه چهار بالا، دو سه عوض، یک دو سه چهار بالا. دیدین؟ بله، این در واقع یکی از معروفترین دابسمش های ماست. این یکی از معروفترین دابسمش های ماست. البته یه نکته رو باید خدمتتون اشاره بکنم، این داب اسمش بر اساس ویدیوی رقص محمد خردادیان ساخته شده و خب اینم که دیگه همتون میدونید دیگه، از اینا از اینا از اینا از ایناش محمد خردادیان هست. اما آهنگی که اون زیره یکی از خاطره انگیزترین و باحالترین و رقصی ترین و غری ترین آهنگ های تاریخ موسیقی کشورمونه که خواننده‌اش هنرمندی است که همه ما دوستش داریم و باهاش خاطره داریم. فتانه. هم نامه ندونه، هم آفتی چونه، هم بودی گرونه، هم قدرم ندونه. خیلی خوشنش، بفرد، بفرد. خب بالاخره ما موفق شدیم فتانه عزیز رو هم به برنامه دعوت بکنیم، چون خاطرها خیلی دارید و کلی هم خاطره دارن با آهنگاتون، خودتون و
به هر حال هم آفت جونه هم نامه بر بچه بر هنوز اون یادتونه اون آهنگ بزا اصلا آهنگ های دوران حالا نه اینکه بگم دوران... من دوران کودکی من شما سنتون بره بالا ها نه دوران جوانی منه دوران کودکی شماست دقیقا ما زود شروع کرده ما چون بچه های خیلی قربدهی بودیم زود شروع کرده بودیم و به هر حال تو عروسی ها خود من هم بچه بودم شروع کردم دیگه آره دیگه که صد درصد شما که بزنم به تخت ماشاءالله جوون و خوشگلی هم خب واقعا حالا یه سوال این سوالی بوده که چند وقت پیشم اتفاقا به عنوان جوک در آورده گفتم هم نامهربونه هم آفت جونه هم آفت جونه هم دروه هم با دیگرونه هم با دیگر آخ برای هم چی قدر هم ندونه تازه دقیقا بابا یه تیپا میزنیم دیوونه بودم به خدا چرا با جوانی دیگه این بدآموزی داشت واسه اون موقع جوانای ما اونا فکر میکردن با این شرایط باید بسازن خب خب خوب بوده دیگه پس میساختن دیگه تشویق میکردیم بسازین ببین نداره بعدها نظرتون عوض نشد بعد تو نه در مورد خودم چرا گفتم چه اشتباهی بزرگی کردم شما قبلا حالا فکر میکنم یکی از پر آلبوم ترین پر آلبوم پر آهنگ هر جوری که بخوای حساب کنی 13 تا آلبوم دارین درسته بله بیشتر اونایی که من شمردم 13 من تا 13 رو بلد بودم فکر کنم 17-18 تا یه 17-18 تا آلبوم دارید خب خسته نباشید و یه جالب هم که بخوام حالا تعریف از خود نباشه خواهش میکنم اکثر این آهنگ همه هیت شد اکثرا همینطوره اکثر آلبوم ها هیت شده بود ما چند وقت پیش عروسی یکی از دوستانمون بودیم که شاید باورتون نشه عروسی ایرانی هم نبود عروسی هندی بود آهنگ نامهربون رو گذاشته بودن اون وسط هندیا آنچنان رقصی می‌کردن با آهنگ آه چه خوب خیلی جالب بود خب چه خبر چرا اینقدر آخه اتفاقا تو یه برنامه شوی تالنت شو هم بودش در مال انگلیس بود یا آلمان بود خدایا یه آقای به نام نوید تو برنامه تالنت شو برای رقص شرکت کرده بودن با یه گروهی و یه ویولون لایو هم برده بودن و این آهنگ رو گذاشتن اتفاقا تو یوتیوب هم هست این آهنگ نامهربونی رو گذاشتن به قدری جمعیت تحت تاثیر قرار گرفت که همه بلند شدن ایستادن براش دست زدن و خودش هم آورد تعریف میکرد حالا میگم این قضیه به همین تالنت شو و دیگه مهمونی و عروسی این چیزا ختم نمیشه الان دیگه وارد تکنولوژی هم شده و ویدیوهای مختلف بچه ها درست کردن باهاش دیگه چون اگه خاطرتون باشه فکر میکنم 20 سال پیش بود محمد خردادیان هم توی برنامه همون آموزش رقصش یکی از آهنگ‌هایی که باش آموزش میداد و میرقصید این آهنگ بود بعد این آهنگ رو الان بچه ها ادیتش کردن رو ویدیوهای خارجی و خیلی جالب ببینیم با هم دیگه یکی از این ویدیوها رو حسن شمایزاده هم هست اتفاقا بسیار زیباست ببینیم یه پارتنر بگیرین دوتا دوتا with the partners with the partner step touch step touch step touch خب حالا این جاش که فقط ضربه موقعشه که از اینا یک دو سه چهار بالا دو سه عوض یک دو سه چهار بالا دو سه اینا خواننده های خارجی هستند که بچه های ایران الان از لحاظ ادیت و آهنگ و دیگه از این کارهایی که با استفاده از موبایل و دیگه تکنولوژی میشه ساخت ویدیوهای کوچولو چند ثانیه‌ای خیلی باعث دادن و کارهای زیادی انجام میدن اینم یکی از پرطرفدارتریناش بوده دیگه دست به دست تو تلگرام واتساپ و اینا پخش میشد خب برام جالب بود خب به همین دلیلم است که من آهنگ فضا الان این فضایی نیست که من بخوام اون آهنگایی که دلم میخواد دوست دارم بخونم و به قول معروف بازدهی داشته باشه و بمونه مثل این آهنگا به خاطر همینم است که این مقدار من کمتر دارم کار میکنم الان کار میدم بیرون کم کار شدین دلیلش این بوده دلیلش اینه واقعا اون فضایی که من میخوام و طرفدارای من به قول معروف فنای من دوست دارن اون فضا الان وجود نداره برای من چون گوشا اصلا عوض شده شنونده های طوری دیگه شدن یعنی تو گوششون یه چیزای دیگه رفته و من حالا دارم صبر میکنم ان شاء الله برای بعدا شده چند سال دیگه ایشالله حالا گفتین 20 سال دیگه ایشالله جنریشن بعدی ایشالله من مطمئنم که شما همون موقع هم سرزنده و سرحال آهنگای باحال رو اجرا میکنید همینطور آهنگای قدیمی تو آهنگای جدیدتون اشاره کردین که این آهنگ یعنی همین نام کار آقای شمایزاده بوده بله چون من خودم شمایزاده رو هم
تو برنامه ما مهمون ما بودن، هم خیلی دوستشون دارم، همیشه هم فکر کردم که شده. یکی از بهترین آهنگسازای ایران هستن و آهنگای بسیار ماندگاری رو داشتن که این یکی هم پس به کارنامه‌شون اضافه شد. واقعا دمش گرم. آره واقعا دستش درد نکنه. چند تا دیگه هم دارم از تو همون آلبومای قدیم، ولی الانم جدیدا یه دونه دارم ازشون که کار تموم شد، ان شاءالله به زودی ویدیو می‌کنم. باش آقای شمع‌زاده، یه کار جدی؟ بله بله یه کار قشنگ. خیلی خوبه، امیدوارم هم که موفق باش. پس بعد از مدت‌ها کم‌کاری یه حرکت خیلی قوی دارید می‌زنید با حسن شمع‌زاده، امیدوارم. قریه قشنگه. آره آره قریه ناز قشنگیه، یعنی شیش هشت قشنگیه و کنارش چیزای دیگه هم هست که باز همه قشنگی، یه مجموعه قشنگی، هفت هشت ده تا کار هست. آه هفت هشت ده تا کار؟ بله یعنی آلبومه تقریبا. بله آلبومه، ولی حالا بخوام بسازم. بعد همش هم با آقای شمع‌زاده کار کردی؟ نه نه نه، با آهنگسازهای مختلف کار کردی. بعد با هیچ کدوم از آهنگسازهای داخل ایران در ارتباط هستین که باهاتون کار کنن؟ بله بله کار ازشون دارم، چند تا که اونا هم هست تو این آلبوم. تو همین آلبوم جدید؟ آقای رستمی هستش، آقای به نام رستمی. خب خیلی خوبه. بعد این آلبوم قراره کی بیاد بیرون؟ دلمون صابون بزنیم والا. من برای تابستون آینده حتما میاد بیرون. تابستون آینده باید بیاد دیگه، دیگه واقعا میگذره ازش. خب ببینیم پس چی میشه. همراه ما باشید، من همچنان در خدمت فتانه عزیز هستم و در بخش دوم یکی دو تا حرکت محیر و لغول هم میخوایم با هم. ما همچنان در خدمت فتانه عزیز هستیم و امیدوارم که تا اینجای مصاحبه هم دوست داشته باشیم و حال کرد، چون ما با بدبختی شما رو برداشت می‌کنیم. ناراضی نرین اینجا. نه اتفاق خیلی عالیه، تو همینطوری خوب مصاحبه، همینطوری سوالایی که همینطور کول و به قول معروف به قول خودم و اون سوالایی که همیشه دیگه اینا تکراری شده. شما چند ساله میخونی؟ چند تا بچه داری؟ چند سالته؟ و مخصوصا سن و سال که هستن؟ نه اون که هستن، اون چه حرفیه؟ این حرکات ناشایست چند سالته چی با اصلا این حرف ها اصلا ربط نداره. چه سالی به دنیا آمدیم؟ پتا میشه. من داشتم راجع به تکنولوژی حرف میزدم با فتانه عزیز و اصلا اهل تکنولوژی هستین مثلا؟ اصلا یعنی متنفرم از تکنولوژی. نمیدونم چرا اصلا از این دوست همونقدر که میدونم خب لازم بوده و مفید بود، به کار اومد برای دنیا، همونقدر هم من ازش متنفرم از تلفن. گوشی موبایلت چیه؟ همونجوری دوست دارم مثلا هنوز دوست دارم من مثلا فانوس روشن کنم تو خونه، با شمع زندگی کنم، تلفن حال بخوام بپرسم با نامه. شمع مگه روشن میگه شما تو خونه تون؟ نه میگم هنوز دوست دارم اونطوری زندگی باشه، یعنی اینقدر برگردم. دوست دارین یعنی مثلا با نامه حالت مثلا دوستام بپرسم هنوز نامه بره نامه بیاد مثلا یا تلفن دیگه حالا، ولی دیگه جلوتر از اونو دیگه دوست ندارم. آخه ببین فاصله ها از بین رفته، آدم دیگه ندلش برای کسی تنگ میشه. نه درست میگه؟ درست میگه، این درست میگه. به خاطر اینکه هیچ مزه همه چی رفته از بین. به خاطر همین قضیه مثلا فیسبوک یه حسی رو ایجاد میکنه که تو مثلا فهم میکنی مثلا تمام اعضای خانواده یا دوستاتو داری میبینی دیگه، هر روز داری عکساشون رو میبینی، خودشون مثلا هستن، یه صحبتی با هم میکنی، یه مسیجی میزنی، یه لایکی میزنی، یه کامنتی میذاری، دیگه این ارتباط دیگه بیشتر از اینا. تو کادو هم واسه هم میخریم دیگه نمیخریم، درم تعیین نمیشه که میتونیم خوب کنیم هم دیگه رو اینجوری توی فیسبوک میذاری که یه لاک میزنن و بعد همه قرب صدقه هم دیگه رفیقامون رفیقای هم دیگه وای چقدر خوشگلی، وای چقدر خوشتیپی، وای چقدر ناز شدی، وای شفا چقدر خوشگل شده بودیم شد. وای دوتا جیگر، حالا یه قیافه های عجیب غریبه اینطوری، اینو میگه وای چه دوتا جیگری هستین شما. من نگاه کنم میگم خدا اینو کجاشون جیگره؟ ای با خواهی که برزی میگه چی کاری او یکی میرسی میگه واو واو مثلا. بس که صادقیم و در اون در واقع صادقیم لابد، هم صادقیم هم صادق در واقع، به دلیل اینکه این صداقت در واقع اگر واقعا خوشگل شده باشه نمیزنیم معمولا. نه واقعا راست هم میگه، یعنی اگه قیافه هرچی قزمی‌تر باشه ما بیشتر تعریف کنیم. وای اصلا همیشه همینجوری باش، همینجوری موهاشو یارو زده مثلا بد شده، مثلا مثل گربه خیس شده قیافش، میگیم خیلی خوب شده، هیچ وقت عوض نکنی مدل موهاتو دیگه ها، همینجوری باشه. باور کن همیشه هم همینطوری، راست میگه. همیشه آدمای که خیلی هم مثلا بد میفته، خیلی خود بنده شده قزمیت میفتم فلان بیدار، میگن وای ماشاءالله تو هنوز پیر نمیشی، میگم آقا کجا اینکه مثل 80 سال افتادم که.
البته معمولا هیچ کس از عکس خودش راضی نیست. همه مثلا فکر میکنن اینم یه چیز دیگه ایه. خدا کنه. همه مثلا فکر میکنن عکسشون بد افتاد. البته عکسو میگن عکاس بد گرفته. آره. خوشگل بیافتنم، خوشگل افتادم، خودشون خوشگل افتادن. ذاتاً خوشگل. همین جوریه. بالاخره حالا چند شنبه ها ما با سینا هستیم. اینا بستگی داره دیگه. بستگی شما یا آهنگ خیلی معروفم دارین 7 روز هفته. بله، بعد اینجا میمدم میخوندم برات. آره، جزو آخه ماشاءالله تقریبا یه ارکستر سمفونیک برای اون آهنگ بعد به بچه‌های ما کفاف نمیده. بعد اون وقت بچه‌ها هم اکثرا با موسیقی سنتی ایرانی زیاد آشنا نیستن، بجز مثال اون که دیگه به هر حال تربیتن اخراجشون میکنن. فردا ایرونی یعنی ایرونی اصیل دقیقاً و موزیک اصیل ما باید نگه داریم این اصالتمون رو. حالا من اینو بعد میگفتم شنبه تو رو شناختم، دل و دین و هر دو باختم، نگاش بهم گفت آره اونم منو دوست داره، شنبه جشن گرفتی دنیا رو سر گرفتی. اینو بعد اینجوری میخوندم برات. آخرش چی میگه؟ آخر جمله آخرش چیه؟ میگه جمعه سفر رفت و منو جا گذاشت. میگه بعد جمعه همش یه هفته بیچاره با هم بودن مثل اینکه. آره. اونم مثلا ساده بوده. جمعه میکشه تا جمعه آقای میگه تو هیچی مثل تو نمیشه و یه چیز دیگه. بعد میگه جمعه سفر رفت و منو جا گذاشت، باباری از غم منو تنها گذاشت. هر روز هفته چی میشد شنبه بود با سینا بود؟ چی میشد جمعه بود؟ همیشه چند شنبه با سینا میشد. یعنی چیزی همیشه چند شنبه. آهان چند شنبه خوندم چند تا شنبه با سینا، یعنی گفتم خب بعد فرق نمیکنه. حالا البته ما آرزومون همین این بود که چند تا شنبه با سینا می بود، ولی به علت حالا وسعتمون که یه خورده وسعت زیادی نداریم، در واقع وسعتمون کمه. ما یه دونه جمعه مهمونه دل هموطنامون هستیم و امیدوارم که آها من شنبه رو فکر کردم که اشکالی نداره. به هر حال حالا جمعه سفر رفت و منو جا گذاشتی. حالا ما دیگه جمعه نمیریم. آدم ساده توی مملکت به هر حال کم نبود. یکی شما بودی که با اون وضعیت نامهربونی و دیگه برای چیزا ساخته بودی. اصلا ساده بودم من. تو تمام آهنگاتون تقریبا میشه گفت این سادگی رو یه دون دیگه داریم. بذارین برم من، بذارین برم. این دفعه شما می‌خواستی بریم مثل اینکه بذارین برم منو. آره کسی هم جلومو نگرفته بود. کسی جلومو نگرفته. بذار از این تیری پاس که مثلا منو بگیری نزنم یارو رو. آره خدا. من ما ستا رو کجا میبرین؟ آره دقیقه الان. من ستا رو کجا میبرین؟ حالا از تکنولوژی گفتیم بذارین. گوشی تلفنتون چیه؟ گوشیم آیفون. آخه برای چی؟ آیفون برای چی دارین شما؟ والا به خدا همینو بگو. یه دونه از این کوچولوها داشتم مال 15 سال پیش. والا هنوز اون رو دوست دارم. هی بهم گفتن واخاک بر سرم. آیفون اوردر دادیم بخریم آیفون 4. گفتم شاید راحت تر بشه. گفتن آیفون 5. گفتم اوکی 5. همه گفتن واخاک بر سرم آیفون 6 دیگه بگی بابا. بعده فتان جون. گفت آیفون 6 بگم راست میگه. گرفتم آقا انداختمش اونور همون قدیمی رو برشم استفاده میکنم از بس که پیچ و خم داره و بعد اینجا بری. گفتم آقا من نمیخوام، من همین ساده رو میخوام الهی فداتون شم. نخواستیم. خیلی خب اینو میگیرم میذارم تو کیفم. هر وقت رفتم بیرون جای این دست میگم آیفون 6 دارم. حالا خب حالا خوبه که آیفون 6 رو دارین حداقل با نحوه حرکت و ور رفتن باهاش آشنایین. چون ما یه چیزی به ذهن من رسیده بود برای برنامه. یکی دیگه از چیزهایی که دوباره از دنیای تکنولوژی بچه‌ها زیاد استفاده می‌کنن جدیداً داب اسمشه. یه اپلیکیشنه. اپلیکیشن اون مربع مربعای توی هم آیفونه. اونا رو دیگه بلدن اپلیکیشن. آره، تمام بلدن. دیگه انقدر آتی نیستن. بعد این اپلیکیشن پیپر ورکی هستم. آها. خوبه. این اپلیکیشن اجازه بدین من الان روی آیپد نشونتون بدمش. این یه اپلیکیشنه که شما صداهای مختلف از خواننده ها بگیری تا سریال ها، فیلم ها، خارجی، ایرانی، دیگه نمیدونم هندی، چینی، همه صداهای مختلف 10 ثانیه‌ای رو گذاشتن توی این اپلیکیشن. هر کی دوست داره میره آهنگ مورد علاقه‌اش رو انتخاب میکنه، اینو میگیره طرف صورت خودش، لیپ سینکش میکنه، لب میزنه، اداشو در میاره. همون ساعت هم ضبط میشه. همونجا هم ضبط میشه، آپلودش میکنن بالا و کلی هم طرفدار داره. اصلا دیگه ویدیو هم نگیریم دیگه. آره دیگه به نظر من شما
این تقریبا میشه گفتش که یکی از چیزای جدیده. اتفاقا یکی از پرطرفداراش هم باز دوباره همین آهنگ نامهربون شماست. چه خوب. شاید بگم بیشتر از 100 هزار تا فکر می‌کنم نسخه مختلف و مدل‌های مختلف ازش بچه‌ها ضبط کردن. گفتم با شما من این کارو انجام بدم. دابسمشو. حالا شما کدوم یکی از خواننده‌های ایران رو بیشتر دوست دارید؟ خواننده‌های تو ایران؟ نه، اصلا خواننده ایرانی تو ایران و خارج ایران که آهنگشو مثلا اینجا واسهتون پیدا کنم شما دابسمشو انجام بدید. همه اونایی که صداشون خوبه و همه دوست دارن، ما هم دوست داریم. حالا هلن مثلا. هلن؟ بذار مرد باشه. مرد؟ شهرام شهپر خوبه؟ باش. خیلی با تردید گفتیم مثل که کیو میخوای بزن؟ شهرام یا یکی هر کی دوست داری؟ شهرام خوبه. شهرام خوبه؟ کدوم آهنگ شهرام؟ از رو تمرین کنم. خوبه. از این من بیاد این بر اجازه. بذاریم ببینم با هم میتونیم بریم. آهنگ ای قشنگ تر از پریا است. ای قشنگ تر از پریا تنها تو کوچه نریا. این یکی دیگه چی؟ کدوم یکی از آهنگا رو؟ آهنگ خودشون هم بچه ها درخواست میکنن. نامهربون رو با هم بخونیم. نامهربون یه دونم آهنگ شمایزاده. آره نامهربون شمایزاده. ببینیم این کدوم. بریم؟ حاضرین؟ ببینیم کی نازش بیشتره. هم نامهربونه، هم آفت جونه، هم با دیگرونه، هم قدرم ندونه، ندونه، ندونه. هم دو روی دو رنگش دیگه جا نمیشون. خدا رحم کرد که زن نشدی به جامعه ما. وای، اشراها رو ببین تو رو خدا. هم نامهربونه، هم آفت جونه، هم با دیگرونه، هم قدرم ندونه، ندونه، ندونه. اینم بذاریم داریم. دیگه چی؟ کدوم یکی از خواننده ها رو داب اسمشون رو داشته باشیم؟ نمیدونم. ابی خوبه؟ شمایی زاده، شمایی زاده. شمایی زاده. من میخوام ناز باشم. اونو بذاریم. دل بره، دل بره. خب، بذار ببینیم چیا رو داره. یا خدا. این خوبه، بریم. حاضر؟ اولش شده افکارم اگه باز تو از من اعتراف میخوای ناچارم حالا با این آهنگ میگم که دوستت دارم شده افکارم اگه باز تو از من اعتراف میخوای ناچارم حالا با این آهنگ میگم که دوستت دارم. سینا خود بکنه. خب به این دلیل که من خیلی نازم بیشتر از شما بود. خدا راست میگه. من خدایی یعنی راست میگم. خدا رحم کرد زن نشد. خدا رحم کرد. یعنی با توجه دنیا رو با آتیش میکشید. کنار نمی اومدم من با این مرد کنار نمی اومدم که هم نامهربون باشه هم قدرمون ندونه هم چه وضعی میذارم زیر. با توجه به این قضیه شما چون الان بازنده اعلام میشی در رقابت دابسمش. بله. حتی در در مقابل لونده شو. بله. برای همین شما باید برای ما یه آهنگ بخون. ببین باشه. آیا خیلی گرفت چش
شب عاشق ترین فرهاد مشرق زمین، عشق بی آلایشم را در نگاهم ببین، تا بگیرم ساغری دیگر ز چشمان تو، خاطرات تلخ و شیرینم کنارم بشین. مجنونی و دنیای منی، همدم امروز و فردای منی، من شریک دشت غمهای تو، من عروس عشق و لیلای تو. سفر میکنم بار دیگر با تو در رویا سفر میکنم، ای که مجنونی و دنیای منی، همدم امروز و فردای منی، من عروس دشت لیلای تو هم، من عروس عشق و لیلای تو هم، من عروس عشق و لیلای تو. به پایان برنامه این هفته رسیدیم. امیدوارم که این برنامه، مصاحبه، بخش‌های مختلفش، دیگه هر چیزی که فکر می‌کنید تو این برنامه اتفاق افتاده مورد توجهتون قرار گرفته باشه، چون ما تمام زحمت و تلاشمون رو می‌کشیم هر هفته که رضایت خاطر شما دوستان رو جلب کنیم و خنده بیاریم روی لباتون. امیدوارم که این اتفاق هم افتاده باشه. خدمتتون عرض می‌کنم متأسفانه یه تعداد فیلم‌هایی از پشت صحنه لو رفته که یکیش با هم ببینیم. آقا نگیر، آقا نگیر، خواهش میکنم آقا نگیر، آقا تملا میکنم. سین واو با خانم ف در واقع در مورد من عذرخواهی میکنم از حضورتون. اگر میخواهید این فیلم ها رو به طور کامل ببینید، توی تلگرام چند شنبه با سینا بدون پسوند و پیشوند و فاصله، چند شنبه با سینا چسبیده با هم دیگه، میتونید ببینید. توی اینستاگرام چند شنبه با سینا دوباره اونجا میتونید 15 ثانیه 15 ثانیه تیک های مختلفش رو ببینید. من واقعا عذرخواهی خدمتتون عرض میکنم، اگه دلتون میخواد قرعه کشی هفتگی شرکت بفرمایید، محبت بکنید عکس انتهای برنامه رو که فکر میکنم الانم پست شده با مهمون روی صفحه اینستاگرام شخصی خودتون پست کنید، بنده رو هم تگ بفرمایید، آخر هفته هم پاک کنید عکس بعدی رو بذارید که من مثلا 6 تا عکس مثلا اینجوری نداشته باشم که اینستاگرام شخصی شما آبروتون بره، خدای نکرده مام قیافه گناس. خدمتتون عرض میکنم از روی صفحه فیسبوک پارسیوان لینک یوتیوب برنامه رو شیر بفرمایید و روی توییتر هم لینک برنامه رو ریتوییت بفرمایید. پشت صحنه ها رو میتونید توی اینستاگرام چند شنبه با سینا تماشا بفرمایید، همونطوری که اشاره کردم. تلگرام هم که گفتم دیگه، چند شنبه با سینا. هر چیز دیگه هم غیر از این هست جعلی است. به تلگرام ما بجوینید، بپیوندید و همراه ما باشید تا هفته بعد.
کسی نمیتونه من اینجا نگه داره. هفته دیگه فرار میکنم.